ما یک شهود داریم، ما یک عرفان داریم، یک استدلال و منطق داریم. این دو تا با هم خیلی متفاوتن. اینو اگر دوستانی آشنایی ندارن در نظر داشته باشن. فلسفه عمدتاً فقط و فقط مختص بر منطق و استدلال هست. هیچ چیزی رو جز استدلال پذیرا نمیشه. شما هرگز نمیتونید از فلسفه انتظار داشته باشین چیزی رو که با عقل نخونه پذیرا بشه. ببینید براتون یه مثالی میزنم که این صحبت کاملا باز بشه. اگر آشنایی داشته باشین با بالزاک، اونم از فیلسوف‌های قدرتمندی قرن 19 هست، اومدن پیش ایشون و گفتن که آقا میگن یه دستگاهی درست شده که در ظرف یک ثانیه عکس شما رو و هر چی که پشتت هست میچشه. دوربین اختراع شده بود، عکاسی اختراع شده بوده. بالزاک میگه که من منکر پیشرفت‌های علوم جدیده نیستم، ولی این به هیچ عنوان با منطق فلسفی نمیخونه، من نمیپذیرم. یعنی فلسفه قدرتمند رو استدلال، اصلا با چیزی کار نداره. عرفان درست برعکس این عمل میکنه، چون متاسفانه بعضی از وقتا متوجه میشم آدم ها فرق بین فلسفه و عرفان رو درست نمیدونن. عرفان تا یه اندازه‌ای برای یه حساب‌های دو تا چهار تای زندگی فلسفه رو قبول داره، میگه فلسفه درسته، اما از یک مرزی که میگذره میگه دیگه فلسفه کار نمیکنه. پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت و بی‌پنجه بود. پس اینو در نظر داشته باشید، ما در عرفان نیومدیم با استدلال‌های منطقی و فلسفه مطلق شهود رو ثابت کنیم. اصلا شدنی نیست، هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد. ما همینقدر خدمت شما عرض کنیم که اینها چیزهایی هست که باید تجربه کرده باشی. تا تجربه نکرده باشی هر چی بگی بیفاید است. من یه مثالی رو خدمتون زدم، یکی از جلوه های شهود زمانیه که شما در مقابل فرض کنید یه نور غروب آفتاب میشینید، خود فرو میریزه و فقط حس فعاله. اون یک فرمی از شهوده. یک فرمی رو از شهود من خدمتون عرض کردم که شما یک جلوه هایی رو، یک روشنایی هایی از درونتون میجوشه، این رو میخواید منتقل کنید به افراد جامعه، به نوع هم نوع خودتون. در اینجا بسیار مشکل میخورید، اندیشه های بسیار لطیف و بزرگی از درون شما جوشیده، به اصطلاح به شما الهام شده. این رو شما وقتی که میخواین در قالب کلمات بریزید باید لباس معانی و کلمات تنش کنید. این هم فرم دیگه ای از شهود هست. شهود از بی درون میجوشه میاد بالا و شهود میتونه در بیرون اتفاق بیفته. هر دوتای اینا میتونه اتفاق بیفته، اما شهود قابل اثبات نیست. این یکی از نکته های مهم مسئله عرفانیه. شهود قابل استدلال نیست و شهود قابل فهم فکر نیست. من یه مثالی میزنم خدمتون که بتونم این موضوع رو کاملا روشن کنم. به هیچ عنوانم چیز پیچیده و شعبده بازی نیست. همه ما با این چیز آشنایی داریم، فقط دقت بهش نمی کنی. فکر فعالیت میکنه. شما ببینید یه ظرفی باشه، توی این ظرف یه آبی هست، این آب فرزن ولرمه یا یه خورده گرم. شما دستتونو میکنین توی این آب، میبینید این آب گرمه. شما دیگه چی رو میخواین ثابت کنید؟ گرمای آب رو دارید شهود میکنید. چی رو میخواید به من ثابت کنید؟ دارید حس میکنید. برای منی که در مقابل شما ایستادم میگم خب تو به من ثابت کن که این آب گرمه، شما چجوری میخوایید اینو ثابت کنید به من؟ با کدوم دلیل میتونید اینو ثابت کنید که این آب گرمه؟ اتفاقی که میفته
راهی که شما دارین دست منو بگیرین بگی آقا دستو بکن تو این آب، اون چیزی رو که من دارم میفهمم تو هم بفهم. این فرد دستشو میکنه تو این آب، گرمایی رو که شما حس میکنین اینم حس میکنین. اون وقت دیگه نه استدلال میخواد نه دلیل میخواد. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رخ متاب. شما برای اس وجود آفتاب که نمیتونین اثبات کنید که آفتاب آمد دلیل آفتاب. اما این وسط یه نکتهی وجود داره توی همین مثالی که من خدمت شما میزنم. من در یک شرایطی هستم که در دمای اتاقم، دستمو که تو این آب میکنم، این آب به من گرم جلوه میکنه. شمایی که میخواین بیاین دستتون رو بکنین تو این آب، اگه دستتون تو فریزر یا تو یخ بوده این آب خیلی گرم تر جلوه میکنه. اگر از سونا اومدین بیرون این آب خنک‌تر جلوه میکنه. تمام درک شما از این آب باز برمیگرده به شما. شما اید که به همه چیز معنی میدید. تمام درک شما از این آب برمیگرده به شما. اون گرمایی که من دارم حس میکنم به خاطر شرایطیه که دارم. شما با شرایط اگر همه اون شرایط داشته باشین، احساسی شبیه احساس من یا حداقل نزدیک به احساس من پیدا میکنید. ولی اگه شرایطتون متفاوت باشه، دستتون تو جای یخی بوده، بکنین تو این آب خیلی گرمتر حسش میکنید. شهود اون معناییه، اون درکیه که من دارم انجام میدم. و بارها من عرض کردم عرفان مشترک نیست، عرفان به حال هر فردی اون طوری که هست مورد بررسی قرار میده، نه اینکه یک قوانینی برای عموم بخواد بده. همچه چیزی نیست، عمومی نیست، اینا بسیار خصوصیه، حالت فردیت هر فرده. من عاشق یه نفر میشم، همون کسی که من عاشقشم شما نگاهش میگه چی داره تو عاشق این شدی، اون برای من معنی پیدا میکنه. شمس گفت، مولانا گفت دیگه، گفت شمس شماها ندیدید، شمس رو من دیدم. اگر شمس تبریزی جلوی ما قرار بگیره، عیسی مسیح قرار بگیره، بودا قرار بگیره، تا من اون شرایط درک رو نداشته باشم اون رو نخواهم فهمید. این فرد میخواد هر چی باشه، آقا چیه یه مش دیوونه هم دنبالش را افتادن را خیال میکنن که راستی راستی این چی داره میگه. من اون شرایط رو وقتی که داشتم اون درک رو میتونم پیدا کنم. این یه مورد راجع به شهود. پس در نظر بگیرید شهود رو که من بخوام به شما اثبات بکنم غلطه. من بخوام شما رو متقاعد کنم که من دارای شهود هستم غلطه، یا نمیدونم شهود چیه، اطلاعی ندارم، یا شارلاتانم. غیر از این دوتا نمیتونه باشه. چیزی کاملا فردی در این مسیر. کسانی که هم شرایط شما هستن، آب رو که شما تو دستتون تو آب میکنین، تو همین اتاق، تو همین این دما هستن، یعنی کسانی که هم پروازتون هستن، یعنی کسانی که هم سلک و همراهتون هستن، اونها این رو میفهمن. اگر پیری دارید، شیخی دارید، بزرگی دارید، اون این رو میفهمه. این انتظاری که ما فکر کنیم شهود رو میخوایم یه طوری کنیم که همه بفهمن، این در وهله اول به هیچ عنوان شدنی نیست. ببینید در داستان‌های مذهبی خوندیم که حضرت موسی با همسرش داشت رد می‌شد، گفت آتشی رو دید، گفت برم سمت آتش، آتش رو بیارم. وقتی رفت پیش آتش، آتش گفت من همونی هستم، من اونی هستم که هستم. یا به قول قرآن گفت من انا ربکم الاعلا، من خدا هستم. و این درک رو موسی داشت، این دیدگاه رو موسی داشت. در این دیدگاه کسی با موسی شریک نبود،
برادرش که اونجا بود و همسرش که اونجا بودن همچون درکی رو از این موضوع نکردن. شهود مسئله کاملا شخصیه، به هیچ عنوان هم ربطی به مسائل ماوراء طبیعه فقط نداره. همینجوری که عرض کردم، شما عاشق یه نفر میشین، یا خواهی این چی داره تو عاشق این شدی؟ ولی اون دیدگاه شماست که مفرده، اون شما این که به این داستان معنی میدین. یک پدیده هایی در طبیعت وجود داره که این پدیده ها رو تا چشم عاشقانه نداشته باشی نمیتونی درکش کنی، فقط میخوای براش دلیل بیاری، هرچی هم دلیل بیاری به نتیجه ای نمیرسی. شما اگر پیکنیک تشریف برده باشین، وقتی دست جمعی هستیم، مثلا 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر تو این پیکنیک هستن، سر و صدا خیلی زیاده، شما هیچی رو نمیشنوید جز سر و صدای این آدم ها، بچه هایی که دارن شلوغ میکنن. به محض اینکه اینا هر کدوم میرن پی بازیشون، از اونجایی که شما هستین دور میشن، شما یک پتوی انداختین نشستین زیر این درخت، یه دفعه میبینید چه صدای آب لطیفی میاد که تو همین الان نمیشنیدیدش. میبینید این برگ ها چقدر توی باد دارن خوب میرقصن، صدای زیبایی دارن. ای بابا اینا کجا بودن؟ اینا هیچ جا نبودن، اینا همینجا بودن، تو اون گوش رو نداشتی، یعنی شرایطش رو نداشتی. به همین خاطر توجه داشته باشین، بحث حرکت انسان در شهود یک بحثی نیست که من توهماتی رو که دارم، خیال بافی هایی رو که دارم بخوام به زور به شما بقبولونم که من دارای شهود هستم، همچون چیزی نیست. برای شهود زبان باز نمیشه. من عرف الله کل لسانو، کسی که آشنایی پیدا میکنه با معنویت قدرت بیانش رو نداره. من جلسه قبلم خدمتون گفتم، شما فرض کنید که یک جانوری، یک حیوانی که تا حالا هیچکی ندیده، مثل دایناسورا که هیچکی ندیده بود، چقدر این بیچاره ها زحمت کشیدن، لباس های مختلف تن این حیوان کردن تا ما یواش یواش بفهمیم یعنی چی. برای باز شدن این موضوع من یه مطلبی رو از گلشن راز خدمتون میخونم. ببینید که شبستری در رابطه با مسئله شهود چی میگه. عزیزان توجه به یک نکته هایی داشته باشید، آسمان عرفان ما پر از خورشیدهای درخشانه. یه زمانی من خیلی دلم میخواست این گلشن راز رو میتونستم، وقت بود رمزگشایی میکردیم، بسیار این مرد قوغا کرده، این 30 سالش بوده که مرده. شبستری اگر باهاش آشنایی داشته باشید، در به خصوص در گلشن راز قیامتی به پا کرده و بسیاری از سوالات ناجواب بشریت رو جواب داده، چون سوالات یکی حاکم ازش میکنه. من این قسمت رو براتون میخونم، ببینید که چی میگه. تمثیل در بیان نسبت عقل با شهود. ندارد باورد اکمل ز الوان، اکمل یعنی کور مادرزاد، نه کسی که بعدن کور شده، وگر 100 سال گویی نقل و برهان. میگه اگر شما با یه نفری که کور مادرزاده، یعنی از اول رنگ رو نمیشناسه، از الوان از رنگ ها صحبت کنین، این به هیچ عنوان متقاعد نمیشه شما چی میگید. همون بحثی که من خدمتون کردم، بحث عقل با بحث شهود. فلسفه بر اساس استدلاله. هر چی شما برای کسی که کور مادرزاده از رنگ حرف بزنید چی خواهد فهمید؟ سپید و زرد و سرخ و سبز و کاهی، به نزد وی نباشد جز سیاهی. چه رنگ سبز، چه زرد، چه سپید، چه سرخ و چه کاهی، رنگ کاهی. نگر تا کور مادرزاد بدحال، کجا بینا شود از کهل کهال. کهل یعنی
سرمه کشیدن. قبلا آقایون و خانوما مثلا تو این فیلم ها دیدیم، مصرای مخصوص مصر قدیم، مصر باستان، توی چشم سرمه میکشیدن و یه کسانی بودن که متخصص این داستان بودن، بسیار به چشم بینایی چشم رو قوی میکرد، بسیار به قدرت دید و تیزبینی انسان کمک میکرد. میگه آقا جان هر چقدر در مقابل کور مادرزاد شما بیای سرمه بکشی، چی رو میخوایی برای این باز کنی؟ این چشم نداره. خرد از دیدن احوال عقبا بود چون کور مادرزاد دنیا. تمام این صحبتایی که تو این سالها من خدمت شما عرض کردم، عزیز من، قدم اول عرفان رو بدون عرفان این نیست که تو بخواید یک سری استدلال ها، یک سری فکر ها، یک سری نتیجه ها، من حالا متقاعد میشم بعد حالا میرم اونجا این کار رو میکنم. نه، این برای کسیه که اون لرزه به وجودش افتاده. اصلا عرفان برای همینه، اون بیداری رو داره، اون عالم یقظه رو گذرونده. کسی عالم یقظه یعنی عالم بیداری، اصطلاح در عرفان، کسی که عالم یقظه رو نگذرونده، به بیداری نرسیده، حالت همون کور مادرزاد رو داره. تو هر چی میخوای برای این از این حرفا بزن، میگه آقا برو خدا شفات بده، تو اصلا عقل درست کار نمیکنه. میگه در نظر بگیر چیزی رو که تو به عنوان فکر ازش نام میبری حالت همین کور مادرزاد رو داره، در مقابل چیزی که من بهش میگم شهود. ورای عقل توری دارد انسان که بشناسد بدان اسرار پنهان. فراسوی این فکر، فراسوی این عقل جزوی که ما همیشه ازش صحبت کردیم، یک جریانی در حرکته که تو اگر میخوای شهود رو درک کنی، اسرار پنهان رو درک کنی، راهش اون طوره، نه این عقل. بسان آتش اندر سنگ و آهن، نهاده است ایزد اندر جان و در تن. میگه سنگ و آتش، ما الان کبریت استفاده میکنیم برای اینکه آتش روشن کنیم. قدیما سنگ سنگ بوده که سنگا رو به هم میزدن، یا سنگ و آهن بوده، وقتی میزدن قشنگ از اینا آتش بلند میشده و شما میتونستین آتش مثلا هیزم هر چی داشتین روشن کنین. میگه تو به من بگو که این سنگ و آهن، این آتش کجاشونه؟ ولی وقتی که میخورن به همین آتش رو تولید میکنن. عقل توی انسانی هم وقتی که در این شرایط قرار میگیری، به ورا و فراسوی فکر میری، اون اتفاقی میفته که ما در عرفان اسمش رو میذاریم شهود. چو بر هم افتاد این سنگ آهن، ز نورش هر دو عالم گشت روشن. از آن مجموع پیدا گردد این راز، چو دانستی برو خود را برانداز. میگه این مجموعه، این راز پنهان، فقط در گرو اون فراعقل، همون مثالی که من از آب گرم برای شما زدم، شرایطیه که تو این رو حس کردی، این رو فهمیدی. اگر این رو فهمیدی، متوجه شو که یک چیزهایی وجود داره، یک درکهایی وجود داره که فراسوی خوده. توی نسخه نقش الهی، بجو از خیش هر چیزی که خواهی. من فکر میکنم، امیدوارم با این موضوع کاملا روشن کرده باشم که منظور عرفای ما از شهود چی هست و چقدر ما اصرار بر این داریم که شهود خودمون رو به دیگران ثابت کنیم. درست کاری که نباید بکنیم میکنیم. و خیلی جاها هستش که از این شهودها بهرهایی رو میبریم، بهرهای زیادی رو میگیریم. ببینید، اگر شما در طول عمرتون ده ها خواب داشتید که اینا به تحقق پیوسته، این افسانه نیست، این توهم نیست، این خیال نیست، رویای صادق است. یه دفعه تصادفه، یه دفعه اشتباهه، یه دفعه اتفاق افتاده، ولی دیگه نمیشه وقتی که داره تکرار میشه، این همش توهم و اشتباه.